با سلام مجدد خدمت دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم. رسیدیم به درس دوی زبان دوازدهم. بچه درس دو درس میانی زبان دوازدهم. میدونی که شما سه درس در درس زبان دوازدهم بیشتر ندارین. درس یک رو با موفقیت کنار گذاشتیم و مطمئنم که کلی چیز از درس یک یاد گرفتیم و الان میریم سراغ درس دو. هیچ نگران نباشید، بهترین لحظات رو در کنار شما با مطالعه درس دو خواهیم داشت. خب طبق معمول همیشه ما کاری که میکردیم این بود که قبل از این که وارد متن کتاب بشیم، لغات کتاب رو در درس دو، چه در کتاب ورکبوک و چه در کتاب درسیتون، تمامی لغات رو به ترتیب حروف الف با براتون در آوردیم، براتون آماده کردیم و به صورت لیستی در آوردیم که اونها رو شما میخونید، یاد میگیرید. یادتون باشه روش خوندن لغت ها از طریق تکرار اونهاست. تکرار و تکرار و تکرار تنها راه یادگیری فرایند لغت در ذهن شماست و روش دیگه‌ای برای خوندن لغت وجود نداره. و بدونید هر چی لغت بیشتر در ذهن شما وجود داشته باشه، جملات بیشتری رو میتونید بسازید. و پیشنهاد همیشگی من به شما اینه که لغات رو در قالب جملات انگلیسی حفظ کنید تا دایره جملات، نه دایره لغات، دایره جملات در زبان انگلیسی برای شما بالا بره. و هر چه دایره جملات در ذهن شما بالا بره، توانمندی شما در مکالمه در زبان انگلیسی بالا خواهد رفت، که این است هدف نهایی ما در یادگیری زبان انگلیسی. میریم سراغ لغات درس دوی زبان انگلیسی پایه دوازدهم. خب دقت کنید، واژگان رو با هم دیگه دونه بدونه میخونیم و تکرار میکنیم. به تلفظ واژه ها خوب دقت کنید. abbreviation، abbreviation به معنای مخفف، abbreviation به معنای مخفف هستش. accent لهجه، accent لهجه. access، access دسترسی داشتن. according to، according to طبق، بر اساس. مثلا یه موقعی میگن according to the text، بر اساس متن. achieve دستیافتن، دسترسی پیدا کردن. add یعنی اضافه کردن، یه چیزی رو add میکنید یعنی اضافه میکنید. بچه ها این verbش واژه بعدی به صورت noun از نظر دستوری. addiction، بچه ها این واژه با اون واژه فرق داره. add یعنی اضافه کردن. addiction، addiction شاید به ظاهر شبیه هم باشه ولی این واژه نام واژه قبلی، ورب به دلیل اضافه شدن tion در انتهای این واژه تبدیل به اسم شده و ما واژه‌ای رو داریم به نام addict. addict یعنی اعتیاد داشتن ولی addiction یعنی اعتیاد. advanced، advanced به معنای پیشرفته. allow، allow اجازه دادن. ancient، ancient کهن، باستانی، قدیمی. ant مورچه. anthills، anthills تپه مورچه‌دار یا مورتپه. antonym متضاد. app، بچه app یه abbreviation، یک مخفف برای واژه برنامه یا application. arrange مرتب کردن یا ترتیب کردن. arrange، arrangement. بچه ها با اضافه شدن پسوند ment به این واژه، ما این واژه رو تبدیلش میکنیم به noun. میتونین حسب بزنیم معنیش رو. arrange یعنی مرتب کردن و ترتیب کردن، حالا arrangement تبدیل شده به noun میشه ترتیب. attack حمله کردن یا حمله بردن. attract جذب کردن. واژه بعدی دقت کنید، واژه بعدی پسوند یا سافیکس نون ساز، نون میکر یا اسم ساز به واژه فعلی ما اضافه شده، یعنی اتراکت به معنای جذب کردن، کردن رو کرده جاذبه، اتراکشن. حالا واژه بعدی با اضافه شدن آی وی ای این واژه رو تبدیل به صفت کرده، یعنی ویژگیش کرده، یعنی جذاب. available، available در دسترس. average میانگین. avoid پرهیز کردن، دوری کردن.
Based on یعنی بر اساس bilingual یعنی دو زبانه. بچه برای دیکشنری به کار میره، ما دیکشنری های مونولینگوال داریم، دیکشنری های bilingual داریم. دیکشنری مونولینگوال یک زبانه، تک زبانه، فقط یه زبان رو ترجمه میکنن، یعنی انگلیش تو انگلیش ترجمه میکنن. ولی دیکشنری های دو زبانه یه زبان رو به یه زبان دیگه ترجمه میکنن. باو یعنی قرض کردن، قرض گرفتن. بچه باو یعنی قرض گرفتن. ما یه واژه هم داریم به نام لند، یعنی قرض دادن. خواستم اینو همینجا بگم که تو ذهنتون بمونه. LEND lend یعنی قرض دادن. I borrow you یعنی من تو قرض میگیرم. I lend you یعنی من به تو قرض میدم. Building یعنی ساختمان. Capital letters یعنی حروف بزرگ الفبا. Carry یعنی حمل کردن یا بردن. Century به معنای قرن. بچه ها دقت کنید تیو صده چه میده. Century قرن و صده. Choice یعنی انتخاب. Choose یعنی انتخاب کردن. دقت کنید که choose در اینجا فعله و choice در اینجا اسمه. Combination به معنای ترکیب. بچه ها combine یعنی ترکیب کردن. Combination یعنی ترکیب. به این پسوند هایی که اسم می سازن یا صفت می سازن من همیشه تأکید می کنم شما هم دقت کنید یاد بگیرید که در واقع این روشیه که به شما کمک می کنه. یعنی در واقع توی سال گذشته ما داشتیم یکی از روش هایی که به شما کمک می کنه که دایره لغات افزایش پیدا کنه شناخت اجزای یک واژه است. می تونید واژه های بیشتری باش بسازید. Compare مقایسه کردن. Compile گردآوری کردن یا جمع‌آوری کردن. Communication ارتباط یا گفتگو یا تعامل هم حتی معنی میده بچه. Complicated پیچیده، بغرنج. Comprehensible یعنی قابل درک. Conditional sentences جملات شرطی. بچه ما در سال 11 هم یک نوع از جملات شرط رو خوندیم، یعنی در واقع جمله شرط نوع یک رو بهتون گفتیم. امسال در سال 12 هم جمله شرط نوع دو رو هم بهتون خواهیم گفت. بهش میگن conditional sentences جملات شرطی. Confusing یعنی گیج کننده. Contain یعنی حاوی چیزی بودن یا شامل بودن. Correctly به درستی یا به طور صحیح. این واژه قیده بچه ها. Crowded شلوغ، پر ازدحام. Culture فرهنگ. Daily روزانه. Dangerous OUS پسوند یا سافیکس صفت سازه، قبلا هم در موردش صحبت کردیم. Dangerous خطرناک. Database اطلاعات پایه. Decide تصمیم گرفتن. Definition تعریف. Design طراحی کردن. Destroy تخریب کردن یا ویران کردن. Detail جزئیات. Device دستگاه، ابزار به معنی قطعه هم هست. Dictionary همون دیکشنری که ما خودمونم استفاده میکنیم یا فرهنگ لغت. Dinner شام. Do exercise ورزش کردن. During در طول، در خلال. Education به معنی تحصیلات. Effectively به طور مؤثر یا کارآمد. Elementary ابتدایی یا اولیه. Enough کافی یا بس. Entry مدخل یا ورودی. Essential لازم و ضروری. خب بچه های عزیز، برای که زنگ تفریحی داشته باشیم و یه خستگی در کنیم، میریم سراغ یه مطلب اضافه در مورد زبان انگلیسی. بچه های عزیز، ما همه هدفمون از خوندن این حجم زیاد از لغات در
خونه آخر در نهایت چیزی جز این که بتونیم به یک زبان دیگه مسلط بشیم نیست. از گذشته ها به ما گفتن کسی که دو زبان بلده انگار دو نفره، چون کسی که دو زبان رو میدونه انگار دو تا کالچر یا فرهنگ رو میدونه، و وقتی دو فرهنگ رو میدونی انگار دو شخصیت مجزایی. پس ما زبان رو یاد میگیریم برای ایجاد ارتباط و تعامل، که در امروزه زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی در تمام دنیا قابل درکه و در واقع میتونید ازش استفاده کنید. ما چی کار بکنیم که زبان یاد بگیریم؟ خیلی از ما میپرسن ما چطوری میتونیم یک زبان دیگر رو به راحتی یاد بگیریم؟ ما چطوری میتونیم تمرین کنیم؟ ما از چه روشی استفاده کنیم که بتونیم زبان انگلیسی رو یاد بگیریم؟ ما اینجا براتون 5 روش رو به صورت میان برنامه در بین لغات آماده کردیم. شما این 5 روش رو انجام میدید و در افزایش اطلاعات زبان جدیدتون تأثیر بسزایی رو خواهید دید. You can develop your English by these 5 ways. Language practice. Number 1. We should always speak English in class. همیشه در کلاس انگلیسی صحبت کنید. اصلا مهم نیست، اصلا خجالت نکشید، اصلا مهم نیست که غلط صحبت کنید. You should always speak English in your class. همیشه سعی کنید که به زبان انگلیسی در کلاس صحبت کنید. Number 2. Let's try to speak English as much as possible. همین الان امتحان کن. Try it. همین الان سعی کن تا جایی که میتونی زبان انگلیسی رو به کار ببری و ازش استفاده کنی. Number 3. Why not? چرا که نه؟ Why not write down our mistakes in our notebook? اشتباهاتتون رو در دفترتون بنویسید. از اشتباهاتتون نترسید. این اشتباهات شماست که باعث پیشرفتتون میشه. Number 4. It's a good idea to spell and pronounce new words aloud. این که من میگم واژه هایی که دارم براتون میخونم و با صدای بلند تکرار کنید، اینی که وقتی من واژه های درس 2-12 رو میخونم ازتون توقع دارم که هر واژه‌ای که من میخونم با صدای بلند تکرارش کنید و بعد از من این واژه ها رو بگید. واسه همینه، چون یکی از روش های مهم یادگیری زبان انگلیسی تکرار جملات و واژه ها با صدای بلنده. در راه چهارم ما داریم is a good idea، یک راه و روش خوبه، spell and pronounce new words aloud، که این واژه ها رو به بلندی تکرار کنید. از اینجای واژه ها به بعد حتما میخواییم تصمیم بگیریم که واژه ها رو بعد از تکرار من با صدای بلند تکرار کنید. Number 5. How about listening to the radio؟ نظرتون در مورد شنیدن به رادیو چیه؟ بچه ها، ما هرچی که بتونیم بیشتر گوش کنیم و ورودی اطلاعاتمون رو در زبان انگلیسی بالا ببریم، خروجی بهتری خواهیم داشت. بچه ها، شنیدار یکی از اطلاعات ورودی برای ما. شنیدار یکی از مهارت‌های اصلی زبان انگلیسیه. ما 4 مهارت اصلی زبان انگلیسی داریم: listening, speaking, reading and writing. These are important skills in learning English. این 4 مهارت اصلی یادگیری زبان انگلیسیه. یکی از مهمترین برداشتایی که ما میتونیم از این 4 مهارت بکنیم، 2 مهارت ورودی داریم و 2 مهارت خروجی. 2 مهارت listening و ریدینگ مهارت‌های ورودی ما، یعنی مهارت‌هایی هستن که اطلاعات، اینفورمیشن، دیتا و داده رو به ما اضافه می‌کنن، و رایتینگ اند اسپیکینگ نوشتن و صحبت کردن اطلاعات خروجی ماست، که هر چی که اطلاعات ورودیمون رو بالا ببریم اطلاعات خروجیمون افزایش پیدا خواهد کرد و توانمندیمون، مهارتمون در مکالمه و نوشتار که اطلاعات خروجی ماست، یعنی ویترین ماست، یعنی نمای ماست، یعنی اون چیزی که ما یاد گرفتیم رو از طریق نوشتار و صحبت کردن میتونیم بروز بدیم، و چیزی جز لیسنینگ در این روش به ما کمک نخواهد کرد. لیسنینگ و ریدینگ رو فراموش نکنید. How about listening to the radio؟ نظرتون در مورد شنیدار به در واقع فایل های رادیویی چیه و فیلم هایی که میبینید و اخبار هایی که میتونید به زبان انگلیسی بهشون گوش کنید. بچه ها، فراموش نکنید که چیزی جز تلاش کردن شما رو به موفقیت نمیرسونه. ما در انگلیسی یک عبارت و ضرب المثلی داریم که میگه The best view always comes after the hardest. یعنی در واقع the hardest climb، در واقع
بیشترین موفقیت، بهترین زیبایی ها، بهترین منظره ها و چشمنداز ها همیشه بعد از سخت‌ترین صعود به دست میان. The best view always comes after the hardest climb. همیشه بعد از سخت‌ترین تلاش ها بهترین مناظر رو در مقابلمون خواهیم دید. میریم سراغ ادامه لغات با این روش جدید که بتونیم واژه ها رو مکررن تکرار کنیم با صدای بلند. خب واژه بعدی هست exact. exact به معنای دقیق. exclamation point علامت تعجب. exclamation point علامت تعجب. بچه ها با صدای بلند تکرار کنید. expand گسترش دادن، توسعه دادن. expensive تکرار کنید. expensive گران. explanation توضیح. explanation توضیح. factor یا ویژگی. fat چربی یا چاقی. far away دور. figure out فهمیدن یا پی بردن. با هم دوباره تکرار کنیم. figure out firefighter آتش نشان. floor کف اتاق یا کف زمین. foreign خارجی یا بیگانه. forget فراموش کردن. fresh تازه یا بانشات. گاردن باغ یا باغچه. گلف یا همون ورزش یا بازی گلف. گاید راهنما یا راهنمایی کردن. گای مرد یا حالا به عبارت خودمونی میگیم یارو. هابیت عادت. هندیکرافت هنردستی یا کار دستی. hard working سخت کوش. identify شناسایی کردن یا تشخیص دادن. imagination تصور یا خیال. imagination immediately بلافاصله infection عفونت issue مشکل، موضوع یا قضیه. look up به دنبال لغت گشتن یا مراجعه کردن. بچه‌ها ترکیب look با حرف اضافه up به معنای دنبال لغتی گشتن توی دیکشنریه. عنوان درس دوم هم همینه. look up به دنبال لغت گشتن یا مراجعه کردن. magnify بزرگ کردن یا بزرگ نمایی کردن. middle میانی یا وسط. minor جزئی. monolingual واژه bilingual رو ما در قسمت قبلی داشتیم، در چند اسلاید قبل. اینجا monolingual رو داریم، توضیح دادم، گفتم ما دیکشنری دو زبانه داریم و دیکشنری تک زبانه داریم. bilingual monolingual یعنی یک زبانه. ocean اقیانوس. opinion نظر یا عقیده. ostrich شترمرغ. particular ویژه یا مخصوص. بچه ما یه مترادف هم میتونیم برای این واژه داشته باشیم، میتونیم واژه در واقع appropriate رو داشته باشیم به معنای مناسب، ویژه، مخصوص. pc در واقع یک واژه مخففه برای personal computer، کامپیوتر شخصی. period به معنای دوره. provide فراهم کردن یا آماده کردن. publish به معنای منتشر کردن. recognize تشخیص دادن. recommend پیشنهاد کردن یا توصیه کردن. بچه این واژه میتونه به صورت اسم در بیاد، بشه recommendation، T-I-O-N suffix در انتهاش اضافه بشه،
و بشه recommendation یعنی توصیه و پیشنهاد. Section بخش. Several times یعنی چندین مرتبه. Shark یعنی کوسه. Social اجتماعی. Space فضا. Stand for به جای چیزی به کار بردن، به کار رفتن یا نماینگر چیزی بودن. مثلا در صفحه قبلی PC به جای Personal Computer استفاده میشه. Suggest پیشنهاد کردن. Sunny آفتابی. Suppose فرض کردن یا پنداشتن یا تصور کردن. Suppose انگاشتن، پنداشتن. Surrounded surrounded احاطه شده. Surrounded by معمولا حرف اضافه by میاد بچه ها. Surrounded by احاطه شده توسطه. Sweet شیرین. Symbol نشانه، علامت اختصاری، نماد یا سمبل. Synonym بچه ما سینونیم و آنتونیم رو در سال گذشته خوندیم، مترادف و متضاد. سینونیم میشه مترادف. سیستماتیکلی به صورت سیستماتیک یا به شکل اصولی. تاینی ریز. ترانسلیشن ترجمه. ترانسمیت انتقال دادن یا فرستادن. تریژر تریژر گنج یا گنجینه یا ثروت. unchangeable غیر قابل تغییر. unexpectedly بچه expect یعنی انتظار داشتن، متضادش میشه unexpect. unexpectedly میشه به طور غیر منتظره یا ناگهانی. wisely یعنی عاقلانه یا خردمندانه. خب این از لغات درس دوی زبان انگلیسی پایه 12. عنوان درسمون هست Look it up. بچه look up یعنی دنبال چیزی گشتن. میریم سراغ حقایق جالبی که در مورد درس دو برای ما وجود داره. The first Persian dictionary was compiled around 1000 years ago. بچه اولین دیکشنری فارسی 1000 سال پیش، حدود 1000 سال پیش گردآوری شده. این جمله یک جمله مجهوله، یعنی در واقع جمله‌ایه که ما فاعل نویسندمون رو نمی‌شناسیم. Was compiled. Number 2. The largest dictionary in the world took 134 years to complete. بچه ها بزرگترین دیکشنری دنیا 134 سال برای تکمیل شدنش زمان برده. From 1864 to 1998. خیلی جالبه. Around 4000 new words حدود 4000 لغت جدید are added اضافه شده to the English dictionary every year. بچه هر سال داره 4000 لغت جدید به دیکشنری اضافه میشه. یعنی در واقع ما اگر در جریان یادگیری زبان انگلیسی نباشیم هر سال 4000 لغت عقبیم. این ویژگی زبانه، این ویژگی هر زبانیه که دائما در حال تولید و زایشه. زبان دو ویژگی مهم داره: creativity and productivity. creativity یعنی زایش، productivity یعنی تولید. و ما اگر غافل بشینیم از این 4000 لغت سالانه عقب موندیم و حساب کنید اگر چندین سال سراغ یادگیری زبان داریم چند هزار یا چند میلیون لغت رو از دست خواهیم داد. The size of the smallest dictionary in the world is about 27 by 18 millimeters which needs to be read with a magnifying glass. بچه ها میگه سایز و اندازه کوچکترین دیکشنری 27 در 18 میلیمتره که نیاز داره که برای خوندنش ما از عینک های بزرگ کننده استفاده کنیم. تا حالا در مورد شاید نشنیده بودین که ما یه همچین دیکشنری کوچیکی هم در دنیا
داریم. خب این در مورد تصویرایی که مربوط به دیکشنری هاست، انواع دیکشنری ها، پاکت دیکشنری، موبایل دیکشنری، سمارت فون دیکشنری، پی سی دیکشنری و دیکشنری متفاوتی که ما میتونیم داشته باشیم. Get ready, match pictures with dictionary types. بچه‌ها انواع دیکشنری رو میبینید. A monolingual dictionary, a bilingual dictionary. بچه‌ها دیکشنری مونولینگوال دیکشنری های تک زبانن. French, Persian dictionary. اینجا چی نوشته؟ فرهنگ فارسی. فرهنگ فارسی یک دیکشنری تک زبانه است، فقط یک زبان رو داره در مقابل یک زبان در واقع همون زبان ترجمه میکنه. یعنی ما معنای یک زبان رو، معنای یک واژه رو در یک زبان در مقابلش معنایی رو داریم در همون زبان، و یک زبان رو ما فقط در دیکشنری میبینیم، بهش میگیم مونولینگوال دیکشنری. اما دیکشنری دو زبانه یک واژه رو در یک زبان دیگه به معنای اون واژه در زبان دیگری تبدیل میکنه. یعنی دو زبان رو ما در اون بررسی میکنیم. اینا میگن bilingual dictionary، دیکشنری های دو زبانه. خب part B، check which type of dictionary you use in the following situation. بچه خودتون رو بزنید تو شرایط هایی که اینجا وجود داره. پنج شرایط برای ما نوشتن. چک کنید ببینید کدوم یکی از انواع دیکشنری رو توی این شرایط استفاده میکنید. خب چه انواعی اول برای ما تعریف شده؟ An English Persian Dictionary، دیکشنری انگلیسی به فارسی. وقتی دنبال یه واژه‌ای میخوای بگردی از انگلیسی به فارسی ترجمهشو بدونی. دو، A Persian English Dictionary، وقتی دنبال یه واژه فارسی رو داری میخوای ببینی معادلش، اکویوالنتش در انگلیسی چی میشه، معادلش در انگلیسی چه زبانی، چه واژه‌ایه. یه شرایطیه An English Dictionary، در واقع دیکشنری انگلیسی که بهترین دیکشنری هایی هم برای این که ما انگلیسی رو یاد بگیریم. بچه ها ما انگلیسی رو باید از همون زبان، در واقع همون زبان انگلیسی یاد بگیریم، نه تبدیل واژه هایی از فارسی به انگلیسی. اگر این کار رو بکنیم سرعت یادگیریمون رو معمولا به این شکله که پایین میاریم. پس یاد بگیرید، عادت کنید که از دیکشنری های انگلیش تو انگلیش برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده بکنید. شرایط اول، Translating an English poem، برای ترجمه یک شعر انگلیسی. برای بچه برای ترجمه یک شعر انگلیسی اگر بخوایم تبدیلش کنیم به فارسی، ما میتونیم از English Persian Dictionary استفاده کنیم. اما اگر بخوایم در واقع تبدیلش کنیم به زبان سلیس انگلیسی، میتونیم از English Dictionary هم استفاده کنیم. Number two، Finding the meaning of quit، برای پیدا کردن معنای quit اگر به فارسی بخوایم باید از در واقع English Persian Dictionary استفاده کنیم. Searching for the word ساختمان in English، خب قطعا ساختمانی کلمه فارسیه، پس ما از Persian English Dictionary باید استفاده کنیم. Looking up the adjective of destroy، پیدا کردن صفت واژه destroy به معنی تخریب کردن. خب این واژه فعله، میخوام دنبال صفتش بگردم، پس قطعا باید برم سراغ معرفی اجزای یک واژه که در دیکشنری های انگلیسی وجود داره، پس باید حتما an English dictionary براش استفاده کنیم. Looking up the Persian meaning of action speak louder than words، action speaks louder than words. بچه ها بعضی از دیکشنری ها هستن، بعضی از واژه ها هستن که در واقع ما معنای معادل، بعضی جملات رو داریم که معنای معادلی در فارسی براش نداریم. باید ببینیم در فرهنگ زبان مقابل به چه شکل و در چه شرایطی از اون استفاده میکنن. Action speak louder than words، میگه عملها صحبت میکنن بلندتر از کلمه ها. خب ما در واقع معادل همچین جمله‌ای رو در فارسی نداریم، اما یک ضرب المثل معروفی معادل این جمله انگلیسی در فارسی داریم که میگه به عمل کار برآید به سخندانی نیست، که معمولا معنای این جور ضرب المثل ها که تو انگلیسی بهش میگیم proverb، این نوعی پراوربه، نمیتونیم داخل دیکشنری دنبالش بگردیم و پیدا کنیم و باید در فرهنگ زبان مقابل بگردیم تا ببینیم اونها این عبارت رو در چه شرایطی استفاده میکنن و ما در اون شرایط در زبان خودمون، در زبان مادری خودمون چه جمله ایو میگیم و اونها رو معادل سازی کنیم. Check what type of information you cannot find in an English dictionary. بچه ها چک کنید ببینید کدومی که از این اطلاعات رو نمیتونید توی دیکشنری انگلیسی پیدا کنید. English meaning میتونید پیدا کنید.
Persian meaning نمیتونیم پیدا کنیم. ما دنبال معنای فارسی داخل دیکشنری انگلیسی نمیتونیم بگردیم. در دیکشنری مونولینگوال انگلیسی معنای فارسی وجود نداره. Pronunciation وجود داره در تمامی دیکشنری ها. Pronunciation انگلیسی وجود داره. Stories and poems در دیکشنری ها داستان و شعر وجود نداره. پس دوباره بنابراین نمیتونیم دنبال داستان و شعر داخل دیکشنری بگردیم. Word types در واقع parts of speech اجزای کلام، ورب، نون، ادجکتیو یا غیره میتونیم بگردیم داخل دیکشنری انگلیسی. تمامی اینها با علائم اختصاری نشون داده شده. مثلا ورب رو با حرف V نشون میدن، ادجکتیو رو با AD J نشون میدن، نون رو با N کوچیک نشون میدن، ادورب یا قید رو با AD V نشون میدن و علائم اختصاری در مقدمه هر دیکشنری وجود داره که با رجوع به اون میتونید در واقع تمام مشخصات یک کلمه رو بیرون بکشید و ببینید چه چیزهایی رو در اون دیکشنری میتونید پیدا کنید. Synonyms and antonyms مترادف و متضاد ها، در واقع تمامی دیکشنری های کامل مترادف و متضاد کلمه یه که شما درش در واقع دنبالش گشتید رو به شما معرفی میکنه. اینم از page 46. رسیدیم به page 47، مکالمه درس دوی زبان 12. مکالمه ها رو طبق معمول همیشه ازتون توقع میره که حفظ کنید. اگر بتونید مکالمه ها رو حفظ کنید، به راحتی خواهید توانست بعد از مدتی با داشتن در اختیار داشتن جملات زیاد، عبارت های زیاد، اونها رو به کار ببرید و به زبان انگلیسی به راحتی مسلط شین و صحبت بکنید. بچه ها مکالمه ای که ما داریم در واقع در ابتدای درس حتما میریم ببینیم موضوع چیه، قبلش به فایل صوتیش گوش میدیم، بعد از اینکه به فایل صوتی گوش دادید من در کنارتون هستم، جمله به جمله این مکالمت رو براتون ترجمه میکنم و توضیح میدم. اول میریم سراغ لغات مهمی که در ابتدای درس اومده. recommend، recommend یعنی توصیه کردن، در مد داشتین. suppose یعنی پنداشتن یا انگاشتن. elementary یعنی مقدماتی. intermediate یعنی متوسطه. advanced یعنی پیشرفته. ما سه مرحله در یادگیری زبان انگلیسی داریم. سه مرحله: elementary یعنی مقدماتی، intermediate یعنی متوسطه و advanced یعنی پیشرفته. app به معنی application، pc personal computer، smartphone، smartphone یعنی در واقع تلفن هوشمند. خب بریم سراغ گوش کردن متن مکالمه. خوب دقت کنیم به فایل صوتی. Lesson 2. Look it up. Conversation. Majid is going to choose a suitable dictionary for his English class. He's talking to his English teacher during the break. Excuse me, Mr. Iram Mer. I wonder if you could help me. Sure. How can I help you? I'd like some information about a good English dictionary. Oh, well, have you ever used a dictionary? Actually, I haven't. But I've heard that using a good dictionary can really help me learn English better. That's right. First, I recommend a learner's dictionary. What is a learner's dictionary? It is designed for foreign students. It also helps them learn English better. Is there only one type of it? No. In fact, dictionaries have different types, levels, and sizes. What type do you suggest? I suppose a monolingual dictionary is more suitable for you, because you can find word information in English. And what about levels? Well, there are usually three levels: elementary, intermediate, and advanced. For you as a high school student, an elementary one is okay. Do I need a small size one? Yes, a pocket dictionary. You can carry it wherever you go. Oh, it's very good. And is it expensive? No, such dictionaries are not expensive. By the way, you can use a free online dictionary too. And also there are some free dictionaries for PCs and apps for smartphones. Thanks, that's a good idea, but I'd like to use a pocket dictionary.
خب شنیدیم مکالمه و فایل صوتی رو در مورد خرید یک دیکشنری که آقا مجید داره از معلمشون راهنمایی میگیره. بریم سراغ متن این مکالمه و اینکه کمکتون کنیم تا بتونیم مکالمه رو ترجمه کنید، تکرار کنید و حفظ کنید و کلماتش رو به خوبی به خاطر بسپارید. Majid is going to choose a suitable dictionary for his English class. مجید قصد داره برنامه‌اش اینه که choose انتخاب کنه دیکشنری مناسب برای کلاس زبانش. He's talking to his English teacher during the break. او در حین یا در خلال در طول break یا زنگ تفریح داره با معلمش برای این موضوع صحبت میکنه. مجید به معلم میگه Excuse me Mr. Iramer, I wonder if you could help me. بچه ها I wonder در جملاتی که درش درخواست خیلی خیلی مؤدبانه بخواد اتفاق بیفته به کار میره. I wonder if you یعنی خیلی ممنون میشم. در واقع جمله رو داره به صورت خیلی مؤدبانه مطرح میکنه. Excuse me Mr. Iramer, I wonder if you could help me. I wonder تکرار کنید. I wonder if you can help me, if you could help me. مثل ایران پاسخ میده Sure, البته How can I help you چطور میتونم کمکت کنم؟ مجید پاسخ میده I'd like some information about a good English dictionary. I'd like همون مخفف I'd like some information. من یکم اطلاعات میخوام. I'd like some information. تکرار کنید I'd like some information about a good English dictionary. I'd like some information about a good English dictionary. من اطلاعاتی میخوام در مورد یک دیکشنری خوب. به سیرامه پاسخ میده Oh well, خوب، خیلی خوبه. Have you ever used a dictionary؟ این جمله زمان حال کامله که با have استفاده از have استفاده شده برای یه جمله سوالی. Have you ever used a dictionary؟ تا حالا از دیکشنری استفاده کردی؟ مجید میگه Actually I haven't. در واقع جمله سوالی رو اگر در زمان حال کامل باشه با همون have یا has-ی که داره پاسخ میدیم. Actually I haven't. در واقع این کار نکردم. But I've heard I have یا I've به صورت مخفف نوشته میشه چون زمان حال کامله. But I've heard that using a good dictionary can really help me learn English better. بچه ها میگه من شنیدم I've heard that using a good dictionary استفاده از دیکشنری خوب can really help me واقعا میتونه کمکم کنه انگلیسی رو بهتر یاد بگیرم. مثل ایران مهر پاسخ میده That's right. درسته. First I recommend a learner's dictionary. اول من دیکشنری در واقع مقدماتی یا در واقع کسایی که تازه دارن انگلیسی رو یاد میگیرن رو بهت معرفی میکنم، توصیه میکنم. I recommend a learner's dictionary. مجید میگه What is a learner's dictionary؟ دیکشنری لرنر ها چیه؟ لرنر دیکشنری چیه؟ حالا توضیح میده What is a learner's dictionary? It's designed for foreign students. میگه برای دانش آموزان خارجی طراحی شده. بچه ها شما زبان انگلیسی رو به عنوان زبان خارجی دارید یاد میگیرید، یعنی زبان اول شما زبان فارسی هستش احتمالاً، یا هر زبان دیگه‌ای که باشه زبان انگلیسی رو به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی، واسه همین بهش میگیم foreign language, foreign students. شما دانش آموزان یادگیرنده زبان خارجی هستید. Foreign students. It also helps them learn English better. این همچنین بهشون کمک میکنه که انگلیسی رو بهتر یاد بگیرن. مجید میگه Is there only one type of it؟ میگه فقط یه نوع ازش وجود داره؟ مثل ایرامه پاسخ میده No, in fact dictionaries have different type, level and sizes. بچه ها میگه دیکشنری ها انواع، سطوح و اندازه های مختلف دارن. یه بار دیگه تکرار کنیم No, in fact dictionaries have different types, انواع، levels، سطوح and sizes و اندازه های. مجید پاسخ میده What type do you suggest?
What type do you suggest? چه نوعی شما پیشنهاد میدی؟ مثل ایرامه پاسخ میده I suppose the monolingual dictionary is more suitable for you. میگه من فکر میکنم I suppose یعنی من فکر میکنم به نظر من A monolingual dictionary is more suitable for you. A monolingual dictionary یعنی دیکشنری تک زبانه A monolingual dictionary is more suitable for you. Suitable یعنی مفید مناسب درخور More suitable یعنی شایسته تر لازم تر به درد بخورتر مفید تر for you برای تو because you can find word information in English به خاطر اینکه میتونی اطلاعات انگلیسی رو به زبان انگلیسی به دست بیاری and what about levels میگه در مورد لولش چی سطحش چی بچا سه آیتم رو برای دیکشنری در واقع در نظر گرفت مستر ایرامه گفتش که در واقع شما دیکشنریاتون انواع سطوح و سایزهای مختلفی داره در مورد نوعش گفت مونولینگوال بهتره چون ما دیکشنری مونولینگوال داریم بایلینگوال هم داریم گفت من مونولینگوال رو برای ترجیح میدم چون میتونی اطلاعات انگلیسی بهتر درش پیدا کنی مجید میگه what about levels در مورد لولش چی آقای ایرامهر میگه well there are usually three levels معمولا سه لول داره elementary intermediate and advanced مقدماتی متوسطه و پیشرفته for you برای شما as a high school student به عنوان دانش آموز دبیرستانی an elementary one is okay نوع در واقع مقدماتیش مناسب تره مجید پاسخ میده do I need a small size one میگه من سایز کوچیکشو برام مناسبه نیاز دارم به نظر شما مثل ایرامه پاسخ میده Yes, a pocket dictionary آره, دیکشنری GB You can carry it wherever you go میتونی هر جایی که بخوای به خودت ببریش You can carry it wherever you go مجید میگه Oh, it's very good Oh, it is very good خیلی خوبه این And is it expensive? گرونه قیمتش مثل ایرامه میگه No, such dictionaries are not expensive چنین دیکشنری های گرون نیستن دیکشنری جی بی کوچیک خیلی گرون نیستن By the way, به هر حال You can use a free online dictionary too تو میتونی از دیکشنری های آنلاین رایگان هم استفاده کنی And also there are some free dictionaries for PCs and apps for smartphones میگه همچنین در واقع اینجا وجود داره بعضی از دیکشنری های رایگان برای کامپیوتر شخصی و اپلیکیشنش برای گوشی های هوشمند مجید پاسخ میده Thanks, that's a good idea But I'd like to use a pocket dictionary بچه مجید میگه Thanks, متشکرم That's a good idea, ایده خوبیه But I'd like to use a pocket dictionary But I'd like to use a pocket dictionary اما من ترجیح میدم دوست دارم که از دیکشنری GB استفاده کنم بریم سراغ سوالات Questions Answer the following question orally. به سوالات زیر به صورت شفاهی پاسخ بدید. What type of dictionary does Mr. Iramer recommend? چند نوع دیکشنری رو آقای ایرامر در واقع توصیه کرد. ما سه نوع دیکشنری رو آقای ایرامر برامون توصیه کردن. دیکشنری های تک زبانه و دیکشنری های دو زبانه و این دیکشنری ها از نظر در واقع لول میتونستن برای دانش آموزان elementary intermediate and advanced وجود داشته باشن. Number 2, what factors do you consider when you want to choose a dictionary? چه فاکتور، چه ویژگی، چه امتیازی رو شما انتخاب می‌کنید؟ شما در نظر می‌گیرید. Consider یعنی در نظر گرفتن. وقتی که می‌خواید دیکشنری رو انتخاب کنید، دلتون می‌خواد بزرگ باشه، جی بی باشه، در داخل گوشی‌هاتون یا در داخل کامپیوتر شخصیتون قرار بگیره یا هر چیز دیگه‌ای یا اطلاعاتی که می‌تونید از مکالمه کتاب دریافت کنید و پاسخ این سوال رو بر اساس نظر شخصیتون based on your own opinion جواب بدید. What type of dictionary do you often use? چه دیکشنری هایی معمولا شما استفاده میکنید و این هم جوابیه که شما باید برای ما بنویسید. بر اساس اون چیزی که در مکالمه وجود داره، what type چه نوع از دیکشنری رو شما استفاده میکنید؟ بیایید بریم با هم دیگه صفحه 49. خب میرسیم به بخش New Words and Expressions. طبق معمول همیشه یکی از بخش‌های مهمیه که جملات و لغات کتاب رو لغاتی که در ابتدای کتاب من براتون خوندم تعدادی از اونها رو در قالب جمله درآورده کتاب براتون و اونها رو انتظار داریم که شما حفظ کنید به خاطر بسپارید و کاربرد اون لغات رو در جمله ملاحظه بکنید
قبل از اینکه بریم لغات رو و جملات رو با هم دیگه بخونیم، ازتون خواهش میکنم که به فایل صوتی گوش کنید و تلفظ و نحوه ادای کلمات رو به طور صحیح یاد بگیرید. New words and expressions. A. Look, read and practice. Try to avoid foods that contain a lot of fat. I circle the dictionary entry for the word purpose. C is the symbol for carbon. IR stands for Islamic Republic. Mehran couldn't figure out what the teacher was talking about. B. Read and practice. Combination. An arrangement in a particular order. From the letters X and Y, we can get two combinations, XY and YX. Introduction. The part at the beginning of a book that gives a general idea of what it is about. This book has only a 2-page introduction. Effectively. In a way that is successful and achieves what you want. If you know how to study more effectively, you'll be able to learn more. Arrange. To put things in a neat, attractive, or useful order. We'll need to arrange the chairs around the table. Jump into. To suddenly decide to do something. I did not read the introduction and jump into the next part. خب حالا میرسیم نوبت من و شماست تا جملاتی که در بخش New Words and Expressions وجود داره با هم دیگه بخونیم، تکرار کنیم و معانی اونها رو با هم دیگه مرور کنیم. New words and expressions. لغات جدید و اصطلاحات جدید. Look, read and practice. Try to avoid foods that contain a lot of fat. تلاش کنید تا دوری کنید از غذاهایی که شامل چربی زیاد هستش. Try to avoid foods that contain a lot of fat. که شامل مقدار چربی زیادیه. I circled the dictionary entry for the word purpose. میگه من دایره کشیدم برای لغت ورودی دیکشنری، لغتی که در دیکشنری پیدا کردم به نام purpose. C is the symbol for carbon. بچه ها C یک نمادیه برای واژه کربن در جدول عناصر شیمیایی. IR stands for Islamic Republic. بچه یادتونه من توی لغت‌هام بهتون گفتم مثلا واژه PC stands for Personal Computer. IR stands for Islamic Republic. جمهوری اسلامی. مهران couldn't figure out. بچه figure out یعنی پی بردن، فهمیدن. مهران نتونست پی ببره. Couldn't figure out. با هم تکرار کنیم. Figure out. Couldn't figure out. مهران couldn't figure out. What the teacher was talking about. که معلمش داشت راجبه چی صحبت میکرد. مهران couldn't figure out what the teacher was speaking about. Read and practice. این واژه ها در واقع دفینیشن انگلیش تو انگلیش داره. یعنی اگر این مجموعه دیکشنری بود، ما یک دیکشنری تک زبانه داشتیم، یک مونولینگوال دیکشنری داشتیم. بریم هم دیگه بخونیمشون. Combination. An arrangement in a particular order. بچه ها ما یعنی اینجا توقع از شما چی داریم؟ توقع ما از شما این میره که شما معنای این واژه رو با همین جمله بندی به خاطرتون بسپارید. اگر ازتون پرسیدن What's the meaning of combination؟ شما پاسخ خواهید داد. You will answer an arrangement in a particular
order. یک مثال for example, from the letters X and Y we can get, ما میتونیم در واقع we can get two combination, ما میتونیم دو تا ترکیب بسازیم X, Y and Y, X. از دو تا حرف X و Y ما میتونیم دو تا combination یا ترکیب بسازیم X, Y و Y, X. Introduction. The part at the beginning of a book, قسمتی که در اول هر کتابه, the part at the beginning of the book that gives a general idea of what it is about. ایده کلی میده در مورد اینکه کلن کتاب در مورد چیه. Introduction کتابه, توضیحش همینه. This book has only a 2-page introduction. این کتاب دو صفحه مقدمه داره. Effectively یعنی به طور مؤثر. In a way that is successful and achieves what you want. In a way that is successful and achieves what you want. میگه روشی که موفق بوده و شما اون چیزی که میخواستی رو achieve یعنی به دست آوردی. مثال, example, if you know how to study more effectively, اگر تو فهمیدی که چطوری میشه more effectively مؤثرتر درس خون, جمله شرطی نوع یکه, اگر فهمیدی چطوری میشه مؤثرتر درس خون, اون ور آینده میخوام, you will be able to learn more, تو قابلیت این رو خواهی داشت, قادر خواهی بود که بیشتر یاد بگیری. Number the next one, arrange, to put things in a neat, attractive or useful order. بچه ها arrange کردن یعنی مرتب کردن. To put things, قرار بده چیزها رو در یک فرم مرتب و جذاب و به درد بخور. مثال, we will need to arrange the chairs around the table. ما احتیاج داریم که ما لازمه که صندلی‌ها رو به دور میز arrange کنیم. یعنی چی کار کنیم؟ Put in a neat, attractive and useful, در واقع order قرار بدیم در روش یا فرم یا نظم مرتب تر. Jump into یعنی یه هایی پریدن روی در واقع روی به سمت یه چیزی. To suddenly decide to do something. بچه‌ها ممکنه شما یه کتابو باز کنید, یهو بپرید سراغ فصل 3 اون کتاب و شروع کنید به خوندن. شما jump into chapter 3 کردیم. شما پریدید سراغ chapter 3. میشه to suddenly decide to do something. مثال, for example, I didn't read the introduction and jump into the next part. میگم من مقدمه رو نخوندم و jump into the next part کردم. پریدم سراغ بخش بعدی. خب اینم از لغاتیه که شما باید با معنای انگلیش و انگلیش اونها رو حفظ بکنید. Go to part vocabulary of your workbook. برید به بخش لغات کتاب کارتون و بخش A و C رو انجام بدید. شما تا اینجا مهارت این رو دارید که بخش A و C از کتاب ورکبوکتون رو انجام بدید. خب بچه, میرسیم به بخش ریدینگ. مثل همیشه توضیحاتیو که در مورد بخش ریدینگ دادیم و در سال 11 هم ما تکنیک ها و روش ها و استراتژی هایو از ریدینگ ها آموختیم, مثل تکنیک سکیمینگ, مثل تکنیک سکنینگ که ما یاد گرفتیم بدون اینکه یک متنی رو به طور دقیق بخونیم هم میتونیم به سوالاتی در مورد اون متن پاسخ بدیم. بدون اینکه متن رو به طور کامل بخونیم میتونیم ایده کلی یا main idea of a text رو تشخیص بدیم, recognize کنیم. خب ما اینجا در درس 2 سال 12 هم یک ترفند, یک استراتژی جدید رو خواهیم آموخت. ما با خوندن به عنوان یک مهارت یا قابلیت ورودی به ذهنمون, قابلیت خروجی خودمون رو در نوشتن و صحبت کردن بالا خواهیم برد. پس به خوندن به عنوان بالا بردن دامنه جملات و لغات اهمیت بسزایی بدیم. میریم سراغ این که این متن ریدینگمون رو بشنویم و بعد از این که متن رو شنیدیم این متن رو من براتون جمله به جمله و خط به خط میخونم, ترجمه میکنم و بعد میریم سراغ پاسخگویی به سوالاتی که مربوط به این متن و اینکه ببینیم چه استراتژی رو در ریدینگ درس 2 سال 12 کتاب قصد داره که به ما آموزش بده. قبل از هر چیزی بدون معطلی بریم سراغ شنیدن فایل صوتی ریدینگ. Reading. How to use a dictionary.
A good dictionary gives the user information about words, such as spellings, pronunciations, and definitions. It also gives examples of how to use the words in sentences correctly. Therefore, it is essential to know how to use a dictionary. In this lesson, we provide you with some helpful tips on how to use a dictionary effectively. One, choose the right dictionary. There are many different types of dictionaries, such as learner's dictionaries, general dictionaries, picture dictionaries, etc. Therefore, first identify your needs. Without choosing the right one, you cannot meet your language needs. Two, read the introduction. The best way to learn how to use your dictionary effectively is to read its introduction. This section explains issues like how entries are arranged, what information is offered in entries, and what abbreviations and pronunciation symbols are used throughout the entries. 3. Learn the abbreviations. Different types of abbreviations are often used in the definitions for a word. This can be confusing if you do not know what the abbreviations stand for. 4. Learn the guide to pronunciation. If you immediately jump into using the dictionary without understanding the pronunciation guide, it can be difficult to figure it out. 5. Read the guide words. These are the two words at the top of each page that show the first and last entries on the page. These words will help you find the word you're looking for in the right letter section. 6. Read the definitions. Once you find an entry, you can find the exact meaning of the word, its pronunciation, part of speech, synonyms, antonyms, and probably its origin. 7. Look for collocations. Learning the meaning of a single word is not usually enough. Through sentence examples, try to learn words in combination to expand your vocabulary. خب قبل از اینکه بریم سراغ متن و در واقع جزئیات متن رو براتون ترجمه کنیم، بریم ببینیم چه استراتژی از ریدینگ رو کتاب برای ما در درس دو فراهم کرده. ریدینگ استراتژی، هایلایتینگ. ممکنه که بخواید کتابی رو بخونید، ممکنه که بخواید کتاب درسی بخونید یا یک کتاب فوق برنامه یا غیر درسی رو برای خودتون مشخص کنید و اون رو مطالعه کنید. برای اینکه بتونید بیشترین و مؤثرترین استفاده را از اون محتوا داشته باشید، یکی از روش‌هایی که بهتون پیشنهاد می‌کنم و باید طبق الگویی که کتاب براتون مشخص کرده از این روش استفاده کنید، روش هایلایت کردنه. روش هایلایت کردن ممکنه همه ما در طول زندگیمون در کتاب‌های درسیمون تجربه کرده باشیم، اما اون روشی که ما استفاده می‌کردیم کجا و این روشی که کتاب به ما پیشنهاد می‌کنه کجا؟ ما بیشتر از روش هایلایت کردن برای رنگ‌آمیزی جملات کتابمون استفاده می‌کردیم، اما کتاب اصول، قواعد و قوانینی رو برای ما وضع کرده که چرا، چگونه و به چه شکل کجاهای کتاب رو هایلایت کنیم، برای اینکه اون متنی که می‌خونیم وقتی دوباره بهش رجوع می‌کنیم قسمت‌های هایلایت شده به چشممون برجسته‌تر بیان و بیشتر اونها رو بخونیم و باعث مرور مطلب برای ما بشه. Highlighting. One way to remember what you have read is to highlight important information.
One way to remember what you have read is to highlight important information. بچه یه روشی که one way to remember تو یادت بیاد چی قبلا خوندی چی رو تا الان خوندی اینه که نکات مهم رو چیکار کنی هایلایتش کنی. Use these guidelines از این الگوها استفاده بکن برای اینکه هایلایت کنی یه متن رو. الگوها اینا هستن. اول highlight the main idea. وقتی یه پاراگراف رو میخونی ببین ایده اصلی اون پاراگراف چیه، جزئیات رو از اون پاراگراف حذف کن و ببین اصل حرف لب کلام نویسنده از اون پاراگراف برای تو چی بوده، میخواسته چی بفهمی. جزئیات مهم نیست. highlight the key points not minor details or less important information. بچه ها میگه نکات کلیدی رو هایلایت کنید، نه جزئیات، نه نکات ریز و کم اهمیت رو، اونا به دردتون نمیخوره. Highlight phrases and parts of sentences instead of entire sentence. بچه ها به جای این که همه یه پاراگراف رو کلن هایلایتش کنید و رنگامیزیش کنید، نکات مهمش رو فقط قسمت‌های مهمش رو یه بخش‌هایی از اون انجام بدید، نه entire sentence، نه کل sentence رو، جمله رو. Do not highlight many sentences or too much of the text. خیلی جملات زیادی رو هایلایت نکنید. بچه ها کتابتون توی دست معمولاً مگه چند پاراگراف داره و از چند پاراگراف تشکیل شده؟ هر پاراگراف یک ایده اصلی بیشتر نداره. فقط ایده های اصلی از هر پاراگراف رو برای خودتون هایلایت کنید. یه عالمه جمله هایلایت شده کمکی به شما نمیکنه. هایلایتین کمک رو به شما میکنه که اگر یه متنی رو خوندید، اگر دوباره خواستید به اون متن رجوع کنید و بخونیدش، اون کلمه‌ای که روی اون خط کشیدید، اون جمله‌ای که روی اون خط کشیدید به عنوان جمله کلیدی، کل اون متن رو دوباره به یاد شما بیاره و در ذهن شما زنده بکنه. خب این روش هایلایت کردنه. شما از این به بعد قادر خواهید بود با رعایت کردن این گایدلاین ها، این در واقع روش ها و راهبرد هایی که کتاب برای شما معرفی کرده، در تمامی دروستون، در تمامی چیزهایی که میخواهید مطالعه کنید و بخونید ازش استفاده کنید. بریم سراغ متن. متن رو سریع با هم دیگه بخونیم و ترجمه کنیم که تو ترجمه متن هیچ مشکلی نداشته باشیم. خب از قسمت ابتدایی متن شروع میکنیم. A good dictionary. یه دیکشنری خوب. اول میگه how to use a dictionary، چجوری از دیکشنری استفاده کنیم. حالا توضیح میده a good dictionary gives the user information about words such as spelling, pronunciations and definitions. یه دیکشنری خوب به یوزر اطلاعاتی میده در مورد چیا، در مورد اسپلینگش، در مورد در واقع چجوری نوشته میشه، تلفظش، پرونانسیشنش و تعریفش. It also gives examples of how to use the words in sentence correctly. همچنین یه مثال به تو میده تا از این مثال بفهمی چطوری میشه از این واژه توی یه جمله به طور صحیح استفاده کرد. Therefore بنابراین is essential to know how to use a dictionary. لازمه، essential یعنی لازمه، ضروریه که بدونی از این دیکشنری چطوری میشه استفاده کرد. In this lesson to این درس we provide you with some helpful tips on how to use a dictionary effectively. ما در واقع براتون فراهم کردیم. We provide you with some helpful tips. در واقع نکات مفیدی و برای اینکه چطور میشه از یک دیکشنری به طور مفید، به طور مؤثر استفاده کرد. شماره یک. اول اینکه یه دیکشنری درست انتخاب کن. Choose the right dictionary. There are many different types of dictionaries such as learner's dictionary, general dictionaries, picture dictionaries and etc. دیکشنری مختلف وجود داره. ببین چی اول نیاز داری، چی به کارت میاد، دیکشنری نوآموزان، دیکشنری عمومی یا دیکشنری تصویری. Therefore first dictionary your needs. First identify your needs. Therefore first identify your needs. اول نیازت رو ارزیابی کن، نیازت رو تشخیص بده. Without choosing the right one، بدون اینکه یک مورد مناسبی انتخاب کنی، you cannot meet your language needs. نمیتونی نیازهای زبان خودت رو، نیازهای زبانی خودت رو چیکار کنی؟ برآورده کنی. Meet the needs of به معنی تامین نیازها هستش. Number 2. Read the introduction. گفتم در ابتدای هر دیکشنری، اصلا کلا هر کتابی رو که میخوای باز کنی، اول اینتروداکشنشو بخون، اول مقدمه‌شو بخون. The best way to learn how to use your dictionary effectively is to read its introduction. بهترین راهی که برای اینکه شما بدونی چطوری میتونی از دیکشنری به طور مؤثر استفاده کنی اینه که مقدمه‌شو بخونی. This section explains issues like how entries are arranged,
what information is offered in entries and what abbreviation and pronunciation symbols are used through the entries. میگه این قسمت، این بخش شرح میده این قضیه رو که این قضیه رو مثل چطور ورودی ها مرتب شدن، ورودی ها دیکشنری به چه شکلی مرتب شدن، شما آشنا میشید چه واژه ها داده هایی تو دیکشنری هستن، با چه الگویی ترتیب پیدا کردن حروف الفبا یا واژه های به چه ترتیبی در واقع قرار گرفتن. What information is offered in entries، چه اطلاعاتی در هر واژه قرار داده شده، چه اختصاراتی، چه علامات اختصاری و چه تلفظهایی، علائم تلفظی درش استفاده شده در بین ورودی های داده ها. بچه ها دیکشنری ها علائم تلفظی دارن، شما فونتیک آلفابت رو باید یاد بگیری برای اینکه بتونی تلفظ صحیح واژه رو بخونی، شما باید علائم اختصاری رو یاد بگیری، شما باید بدونی که مثلا به جای ورب می‌نویسه وی و وقتی وی رو می‌بینی باید بدونی وی یعنی ورب یعنی فعل، این از نظر دستوری این واژه فعله و تمامی اطلاعات مربوط به یک واژه رو به طور کامل با دونستن مقدمه اون دیکشنری می‌تونی به دست بیاری. می‌ریم سراغ شماره 3. Learn abbreviations، یاد بگیر علامات اختصاری. Different types of abbreviations are often used in the dictionaries in the definition for a word. بچه‌ها میگه انواع مختلفی از علائم اختصاصی are often used، استفاده میشه اغلب در تعریفات یک واژه، در تعریف‌های یک واژه. This can be confusing if you do not know what the abbreviations stand for. اگه ندونی هر علامت اختصاری برای چی نمایانگر چه واژه‌ایه، برات خیلی سخته اگر اینا رو ندونی و گیجت میکنه. مثلا اگر شما ندونی PC مخفف پرسونال کامپیوتر هستش یا IR مخفف اسلامیک ریپابلیک هستش، خیلی سخته که این واژه رو بخونی و تشخیص بدی که هر حرف نمایانگر چه واژه‌ای هستش. بریم سراغ مورد 4. Learn the guide to pronunciation، در واقع از راهنما استفاده کن برای تلفظ. If you immediately jump into using the dictionary، اگر یهویی بپری سر استفاده از یه دیکشنری و مقدمه‌شو مطالعه نکنی، without understanding pronunciation guide، بدون اینکه راهنمای پرونانسیشن و تلفظش یا همون الفبای فونتیکی که قبلا بهتون گفتم رو مطالعه نکنی، it can be difficult to figure it out، خیلی سخته که بهش پی ببری. Number 5. Read the guide words. These are the two words at the top of each page. بچه به این نکته دقت کنید، چون هر دیکشنری که دارید استفاده میکنید در بالای صفحه چند تا واژه قرار داره، چند تا حرف قرار داره. این حروفی که در بالای هر صفحه قرار داره به شما کمک میکنه که به راحتی بتونید اون واژه رو پیدا بکنید. These are two words at the top of each page. بالای هر صفحه دوتا کلمه هستش. That shows the first and last entries on the page. در واقع اون کلمه که در بالای هر صفحه قرار داره، حرف اول و آخرش نشون دهنده اولین حرف و آخرین حرفی که در اون صفحه وجود داره و به راحتی میتونید صفحات بین صفحات دنبال کلمه‌ای که میگردید با اولین حرف و آخرین حرفی که در اون واژه وجود داره، صفحه مورد نظر رو در کسری از ثانیه، در لحظه خیلی کوتاه پیدا کنید. This word will help you find the word you are looking for in the right letter section، که به شما کمک میکنن که به یک ترتیب صحیح با یک روش صحیح واژه‌ای که دنبالش میگردید رو پیدا کنید. Number 6. Read the definitions، تعریف ها رو بخونید. مقابل هر واژه دیفینیشن وجود داره، یه تعریف انگلیسی وجود داره. اگر دیکشنری که انتخاب میکنید مونولینگوال باشه، این تعریف به زبان انگلیسی خواهد بود. Once you find an entry، اول ورودی واژه تو داد، اون واژه که میخوای پیدا میکنی، you can find exact meaning of the word، در واقع معنای دقیق واژه رو در مقابلش میبینی. Its pronunciation، تلفظش رو میبینی. Part of speech، جزئیات، چه جزئی از کلام پیدا میکنی، فعل، اسم، صفت، حرف اضافه است یا هر چیز دیگه قیده. سینونیمز، مترادفشو، آنتونیم، متضادشو و شاید ریشه اون کلمه رو بتونی در اون پیدا کنی. و آخرین کاری که برای در واقع استفاده از دیکشنری ما انجام میدیم، look for collocations. ما collocation رو در سال گذشته خوندیم، گفتیم کلماتی که در کنار هم قرار میگیره. ما اگر دنبال هر واژه‌ای که در دیکشنری میگردیم collocation و لغت همنشین اونو که در توضیحات پایینیش وجود داره بخونیم، در واقع کمک کردیم به افزایش دایره لغاتمون. میبینیم این واژه با چه واژه‌ای معمولا همراه میشه. ما گفتیم در سال گذشته ما فست و کویک رو به عنوان دو تا واژه مترادف و سینونیم داریم، اما فست فود میگیم، اما کویک فود نمیتونیم بگیم، به خاطر اینکه فست و فود با هم دو تا واژه همنشین و کالوکیشن هستن، اما کویک فود با هم دیگه کالوکیشن نیستن. پس ما اینها رو در دیکشنری ها میتونیم بیاموزیم. خب نکته‌ای که در ریدینگ ما هستش،
هایلایتینگ هست که زیر نکات مهم بتونیم طبق چه اردری خط بکشیم و چه نکاتی رو بر خودمون برجسته کنیم که در ابتدای متن اینو خوندیم و دیدیم که در هر پاراگراف مهمترین قسمت یا مین آیدیا یا ایده اصلی نویسنده میشه نکته مهم و میتونیم اون رو هایلایت کنیم تا برای خودمون وقتی که بعداً اون رو مطالعه میکنیم بتونیم کل اون مطلب رو به ذهنمون مجدداً بیاریم و اون رو بازیابی کنیم. خب بریم سراغ تمارین مربوط به reading comprehension، درک مطلب. Read the following paragraph and highlight the most important information. بچه ها باید این متن رو با هم دیگه بخونیم و در واقع مهمترین اطلاعاتی که این متن داره برای ما میده رو برایش در واقع برای خودمون هایلایت کنیم و اونو زیرش خط بکشیم. خب Sharks are not all the same. همه کوسه ها مثل هم نیستن. In fact در واقع There are nearly 400 different kinds. اونا 400 نوع مختلف دارن. Most sharks never attack people. بیشتر نهنگ ها هرگز به مردم حمله نمی کنن. Only a special group of sharks can be dangerous. Only a special group of sharks can be dangerous. بچه ها فقط یه نوع خاصی از کوسه ها هستن که میتونن خطرناک باشن. یعنی از همین متن شما برداشت میکنی که همه کوسه ها خطرناک نیستن. یعنی این جمله جمله قبلی هم در بر میگیره. They kill an average of 40 people every year. اونها سالانه 40 نفر رو میکشن. Let's compare sharks with snakes. بیایید با هم دیگه در واقع کوسه ها رو و مارها رو مقایسه کنیم. Snakes kill about 60,000 people every year. مارها حدود 60,000 نفر رو در سال میکشن. And let's not forget that people مردم 25 million sharks every year kill 25 million sharks every year. و دقت کنید مردم هم که سالانه 25 میلیون کوسه رو از بین میبرن. در واقع ما از کوسه ها خیلی میترسیم ولی واقعیتش اینه که متنی که در مقابلمون قرار داره میخواد بگه که کوسه ها خیلی بیشتر از ما میترسن تا ما از کوسه ها، به خاطر اینکه هر کوسه سالانه 40 نفر آدم رو در دنیا میکشه اما انسان بشر سالانه 25 میلیون کوسه رو در سال از بین میبره. پس ما شاید برای کوسه ها ترسناکتر باشیم. میریم سراغ بخش B. پس مهمترین ایده رو ما تونستیم در متن پیدا کنیم. بخش B. Now go back to the reading. It's claimed that you can be familiar with useful information to use a dictionary more effectively. Highlight parts of the passage that support this claim. بچه ها میگه الان میتونید برگردید به بخش reading. It claims that باور بر اینه، این ادعا میره که that you can be familiar with useful information to use a dictionary. شما میتونید در واقع اطلاعات مفید در مورد دیکشنری باش آشنا باشید و بلدید به طور مؤثر. Highlight parts of the passage that support this claim. بچه ها قسمت هایی از این مقاله رو که در واقع این ایده رو تحت پوشش خودش قرار میده برای خودتون هایلایت کنید. بچه ها ما 7 آیتم رو در ریدینگی که خوندیم بررسی کردیم. عنوان این 7 آیتم اون بخشی که کتاب براتون پررنگ تر کرده، یعنی در واقع هایلایت شده این بخش ها و شما با دیدن عناوین اون و اون بخشی که پررنگ تر کتاب براتون و شماره گذاری کرده بهتون نشون میده که اون بخش بخش هاییه که شما با خوندنش میتونید کلیه بخش های در واقع توضیحات و جزئیاتش رو به یاد بیارید. پس کافیه که اون 7 آیتم رو به صورت عنوانی در واقع فقط عنوان به عنوان به ذهن خودتون به خاطر خودتون بسپارید که اونها رو به صورت هایلایت شده در ذهنتون داشته باشید و جزئیات اون نیازی نیست. Part C. Read the reading. متن رو دوباره بخونید. Generate questions with the following question starter and then answer them. Generate question with the following question starters and then answer them. بچه ما باید 3 سوال از این متن ایجاد کنیم. ما باید 3 سوال رو از این متن ایجاد کنیم و به اون 3 سوال پاسخ بدیم. دقت کنید که سوالاتی که باید در مورد اون پاسخ ایجاد کنیم باید با 3 کلمه پرسشی یا question starter های what, how و where باشه. خب سوال اول. What type of dictionaries do you know? چه نوع دیکشنری های شما میشناسید؟ There are many types of dictionaries such as learner's dictionaries, general dictionaries, picture dictionaries and etc. و دیکشنری های دیگه. ما سوالی بود که از من درآوردیم و اینجا بهش پاسخ دادیم. خب میریم سراغ سوال بعد.
Number two, what is the best way to use your dictionary effectively? بهترین راهی که شما میتونی از دیکشنری خودت به صورت خیلی موثرتر استفاده کنی چیه؟ The best way to learn how to use your dictionary effectively is to read its introduction. خوندن مقدمه اون یکی از بهترین راههایی که ما میتونیم براش انجام بدیم. Number three, با how سوال ساختیم. How can you find a word you are looking for in the right letter section? These are the two words at the top of each page that shows the first and last entries on the page. در واقع واژه هایی که در بالای هر صفحه وجود داره و به ما معرفی میکنه که یه واژه رو چطور میتونیم پیدا کنیم. Number four, how can you expand your vocabulary through sentence examples? Try to learn words in combination to expand your vocabulary. این هم پاسخ این سواله که از دقیقاً از متن ریدینگ طراحی شده. Number five, where are guide words in dictionaries? در واقع guide word ها یا واژه های راهنما در دیکشنری ها کجا هستن؟ These are the two words at the top of each page. دو تا واژه هستن در بالای هر صفحه که نشون میدن به ما چی؟ حرف اول آخر هر کلمه ای که ما داریم دنبالش میگردیم. میریم سراغ سوال 6. Number 6, where can you find exact meaning of the word? معنای دقیق هر واژه رو کجا میتونی پیدا کنی؟ Once you find an entry, اول باید طبق الگویی که بهتون گفته شد اون واژه رو پیدا کنی. بعد you can find the exact meaning of the word. بعدش میتونی معنای دقیق اون واژه رو پیدا کنی. این هم به سه سوالی که با کلمات پرسشی what, how و where ما ایجاد کردیم و به اونها پاسخ دادیم.